آنفولانزا اسپانیایی قبل از کووید بزرگترین پاندمی دنیا بوده که خیلی آدم کشته دیگه، 200 میلیون. اونجا اون بخش جمعیت دنیا زیاد نبوده، ولی با این حال زیاد بیشتر مرگ و میر رو داشته. بعد اونجا آقای فرمان فرماییان تصمیم میگیره که چون وزارت بهداشتی تو ایران نبوده که، تصمیم میگیره که یک مؤسسه سلام تحقیقاتی سلامت رو راه اندازی کنه که میره با انیستو پاستور فرانسه قرارداد میبنده. در 1298 قرارداد بسته میشه. در 1299 انیستو پاستور ایران تأسیس میشه، یعنی کارش رو شروع میکنه. اینجا باغ خود محلی که الان هستیم، باغ اطلسی خود آقای فرمان فرماییان بوده، یکی از زیباترین باغ‌های تهران و یکی از بهترین آب‌ها رو داشته، چون اونجا اون زمان آب خیلی مهم بوده دیگه تو تهران. آقای فرمان فرماییان اینجا رو وقف میکنه به عنوان محل انیستو پاستور ایران که انیستو پاستور ایران این نقشه هاش از فرانسه میان و اگر نگاه کنید الان مثلا روی همه اتاقها درها یه شماره هست که این کاملا همه چی به قول معلومه که روی قواعد ساخته میشه و در تمام این مراحلی که ساخته میشه هم مستند میشه. 1399 120 سال مراسم خودمون آماده میکردیم که جشن بگیریم که به یک باره در بهمنه، در 3 بهمن 98 درست، یعنی 2 سال پیش که روز چهارشنبه بود اولین کیسا تشخیص داده شد، دیگه اون مراسم 100مین سال تقریبا دیگه خود به خود خاطر کرونا دیگه لغو شد، دیگه به تعویق افتاد. ولی خود همه خود رئیس پاستور فرانسه اعتقاد داره که هیچ مراسمی نمیتونست به اندازه این کاری که پاستور توی کرونا کرد اعتبار و اعتماد، یعنی اعتبار پاستور رو در دنیا بالا ببره. ما تو 4 حوزه وارد شدیم، کار کردیم از اون اول. یکیش تو اون حوزه تحقیق بود، تحقیق برای مشکلات سلامت کشور. یکی در مورد خدمات تخصصی بوده، مثلا توی هاری خب انیستو پاستور ایران تو کشور مرجعه، توی سیاه‌سرفه مرجعه، توی خیلی از بیماری ها خود تو کووید انیستو پاستور ایران مرجعه، خیلی از بیماری ها انیستو پاستور ایران خودش مرجعه. یک ارگانیسم ناشناخته که وارد کشور میشه، عموما انیستو پاستور ایرانه که بررسیش میکنه این چیه چطوری هست. به همین خاطر گفتم که انیستو پاستور ایران تو طول تاریخ 4 محور کاری داشته. یکی تحقیق در مورد سلامت کشور هست، موضوعات سلامت کشوره. یکی خدمات تخصصی همین آزمایشگاه مرجع، مثلا سل، آزمایشگاه قارچ، آزمایشگاه میکروب، اینا که در واقع کاربردی کار میکنن، نه اینکه تحقیقاتشون فقط صرفا برای مقاله باشه. تو کووید دیدید که مثلا چجوری وارد شد و راه حل رو برای کشور ارائه داد. پس اولیش میشه تحقیق، دومیش میشه خدمات تخصصی یه تشخیصی، سومیش میشه تولید واکسن. یکی از اولین کارهایی بوده که انیستو پاستور ایران شروع میکنه. اگه به تاریخ برگردید میبینید که مثلا انیستو پاستور ایران قدیمی ترین تولید کننده واکسن تو کشور و تو منطقه است. و مثلا واکسنهایی که ساخته برای که در کنترل واکسن آبلش، واکسن در به خیلی از کشورهای اروپایی هم حتی صادر شده اون زمان، و واکسن بی‌سی‌جی پاستور کرد بیش از 6-7 دهه هست، خیلی طولانی داره تولید میشه. یکی از بهترین واکسن‌های بی‌سی‌جی دنیا است که تقریبا 3 نسل ایرانی ها با این واکسن واکسینه شدن و خارج از مرزام 300-400 میلیون نبود 500 میلیون 400 خوردی
یون نفر خارج از مرزامون با BCG واکسن سل انسیپاسور ایران واکسینی شدند. بعد از انقلاب ایران تکنولوژی واکسن عوض میشه، اصلا فناوری واکسن از اون سالها به بعد میره. قبلا یه ویروسی رو، میکروبی رو میکشتن، ازش واکسن تولید میکردن، مثل این واکسن های اینکتیو کووید که امروز داریم. ولی از دوره‌بر 1980، یعنی تقریبا سالهای مقارن با سالهای انقلاب ایران، تکنولوژی واکسن عوض میشه، میره به طرف بایوتکنولوژی، زیست فناوری. یکی از بزرگترین موفقیت‌های پاستور بعد از انقلاب اینه که تکنولوژی زیستی رو یا بایوتکنولوژی رو وارد کشور میکنه. چی جوری؟ چون حدود 2 دهه پیش وارد ایران، انسوباستور ایران وارد همکاری با کشور کوبا میشه و کوبا تکنولوژی ساخت، تکنولوژی فناوری ساخت واکسن هپاتیت بی رو به ایران میده. این واکسن الان میبینید، این هپاتیت بی، این واکسن هپاتیت بی، واکسن هپاتیت بی نو ترکیب. این واکسن های بای تکنولوژی، این واکسن های نو ترکیب هن. این واکسن تکنولوژیش از کوبا به ایران منتقل شده. میتونیم بگیم که دکتر این مقدمه همکاری ما با کوبا بود؟ این مقدمه همکاری ما با کوبا بوده، ولی این پروژه ساخت این واکسن خیلی طولانی شده، حدود مثلا 15 سال طول کشیده که این فناوری به ایران منتقل بشه. یعنی کوبا با دادن این تکنولوژی ساخت این واکسن نه تنها به ما تکنولوژی ساخت یک واکسن رو میده، بلکه به ما آموزش میده اصلا بایوتکنولوژی داروییمون رو، زمینه بایوتک داروییمون رو ایجاد میکنه در ایران. که بالاخره یعنی یکی از کارهای بزرگ پاستور توی تاریخ سلامت ما اینه که دریچه ورود بایوتکنولوژی دارویی به کشور میشه. در آموزش هم نقش داریم، آموزش در چندین رشته دکترای تخصصی از جمله بایوتکنولوژی دارویی، بایوتکنولوژی پزشکی، در باکتری شناسی و در ویروس شناسی دانشجوی دکترای تخصصی تربیت میکنیم که با توجه به وضعیتی که الان داریم بیشتر سعی میکنیم که بریم به طرف آموزش کادر بهداشت در سراسر کشورم، از آموزش های مهارتی رو هم، یعنی همونطوری که در کرونا کاری که انجام دادیم، یاد دادیم که بقیه آزمایشگاه ها چجوری کرونا رو تشخیص بدن، داریم به این طرف میریم که به جای اینکه بیشتر دانشجوهای دکترای تخصصی تربیت کنیم، آموزش ها رو ببریم به طرف آموزش های مهارتی افراد شاغل. چون دانشجو دکترا که تربیت میکنیم نمیدونیم کجا خواهد رفت و خدمت خواهد کرد. عوضش کارکنهای فعلی دانشگاه ها میدونیم که اونایی که نیازهاشون چی هست و چی کار باید بکنیم، اینا رو داریم میاریم که آموزش بدیم. دکتر، ما یه سابقه از انسیتوپاستور گفتیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردین در 100 سالگی انسیتوپاستور ما رسیدیم، انستوی که با به خاطر حالا یک پاندمی، به بهانه یک پاندمی تأسیس شد، در حالا تاریخ 100 سالگیش با یک پاندمی دیگه به اسم کرونا مواجه شد. من میخوام بفرمایید که حالا امروز هم تو نشستی اشاره کردید، ولی میخوام خیلی جزئی تر بفرمایید که همون موقعی که مشخص شد یک بیماری توی چین به وجود اومده که حالا خیلی ناشناخته بود برای همه، دقیقا تو انسیتوپاستور اون زمان چه خبر بود؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ چه جلساتی گذاشته شد؟ چه تمهیداتی برای حالا شناسایی این ویروسی که احتمال ورودش به کشور هم وجود داشت و شاید حتی وارد شده بود اما شناسایی نشده بود اندیشیده شد، و از حال و هوای اون روزا برامون بگیم. خب اون روزا ما درگیر چند کار بزرگ بودیم، چون از سال 96 که من اومدم انسیتوپاستور، دو واکسن خیلی مهم رو پیگیری کردیم که برای کشور تولید بشه. یکی واکسن پنوموکوک یا واکسن زاتوریه کودکان که با همین کشور کوبا انیستو فینلای کوبا داشتیم پیش می‌رفتیم، و همینطور واکسن روتاویروس یا واکسن اسهال کودکان رو
داشتیم پیش می‌رفتیم که این دو واکسن، واکسن‌های مورد نیاز کشور هستن و واقعاً است که واکسن‌ها دو واکسن اولویت دار. با تلاش خیلی خیلی زیاد از مجلس بودجه و اعتبار رو گرفته بودیم، همکاریامون رو با کشور کوبا شروع کرده بودیم برای ساخت اون واکسن. یکیش با البته یکیش با کشور کوبا بود، یکیش با بونوموکوک با کشور کوبا، چون بونوموکوک رو اون زمان فقط دو کشور انگلیس و آمریکا تولید می‌کردن و به هیچ وجه تکنولوژیش رو به ما انتقال نمی‌دادن. ولی خب وقتی متوجه شدیم که کوبایی ها اینو دارن تولید کردن، توی مذاکرات اعلام آمادگی کردن که این تکنولوژی رو به ما انتقال بدن. پروتاویروس یا اسهال کودکان، اسهال کودکان ما مرگ و میر زیادی نداریم ولی مراجعات فراوانی به مطب‌ها داریم. برای همین خاطر ما اومدیم به طرفی که روتاویروس رو هم از هند انتقال تکنولوژی بدیم. فکر میکردیم که مثلا تا انتهای 1400 روتا رو و 1401 بونوموکوک رو خواهیم داشتون. ما مشغول این کارا بودیم تو اون روزا که خبر رسید از دولت از چین که یه بیماری جدید تو چین شایع شده که بسیار برای ما ناشناخته بود، ولی خیلی زود فهمیدیم که این بیماری خیلی مصریه و وقتی که سایر کشورها آلوده شدند، مثلا کشورهای اروپایی و آمریکایی هم اعلام کردن که ما دادن و این انتشار سریع موج رو تو اروپا و آمریکا و سایر کشورهای آسیایی مشاهده کردیم، سریعاً تقریبا میتونم بگم من تمام کارهای معمول خودم رو که معطوف بود و کار پیگیری اون دوتا واکسن و تعمیراتی که تو تهران و کرج و تجریش و جای دیگه داشتیم، اونها رو تقریبا میتونم بگم همه رو متوقف کردیم و تفویض کردم به معاونینم و خودم سعی کردم تمرکز بکنم جلسات کرونای جدید رو که اون روز نمیگفتیم کووید 19 گفتیم کرونای جدید. فقط میدونستیم از خانواده کروناست، از خانواده کروناست، هیچ اطلاعی از ساختارش از چیزش نداشتیم. چین هم چیز اطلاعات زیادی، اصلا دنیا اطلاعاتی نداشت، حتی ما یک نمونه مثبت نداشتیم که ببینیم که اصلا این چیه، که سکونسش کنیم ببینیم چی هست. ولی با این حال شروع کردیم ببینیم که اصلا این اگر این بیاد ایران چه اتفاقی میفته. برای ما کاملا مشخص بود که این اگر تو بیاد تو ایران، بزرگترین سامانه تشخیصی ما تو کشور سامانه تشخیص آنفولانزامونه که همش 13 تا آزمایشگاه بود و این نمیتونست این بار عظیمه این بیماری رو این آزمایشگاه آنفولانزا بکشن. یک بحثی بود که آیا تشخیص باید با ریال تایم پی سی آر باشه یا با آنتی بادی. این کیتی که الان ببینید، این کیتی که الان تو دست منه، کیت NHS انگلیسه. این کیت کیتی بود که NHS انگلیس اول اومد این رو تو جامعه داد به مردم. اصلا روشم بخونید می‌نویسه که این روی چیزی که NHS که می‌نویسه Your at home antibody test for coronavirus. یعنی اینو ساخته بودن که بدم NHS انگلیس میگه که اینو داده بود به مردم تو خونه ها اینو تست کنن، غافل از این که این تست وقتی مثبت میشه که کار از کار گذشته. تست آنتیبادی بود، درسته؟ همینطور که میبینید Your at home antibody test. انگلیس اول رفت این رو، مثالی که میخوام بهتون بگم که چقدر مهم بود که درست تصمیم بگیریم، وقتی که این رفت به طرف اینکه از این انگلیسی ها استفاده کنن، برای ما کاملا مشخص بود که استراتژی درستی نیست، چون کسی که بیماری رو میگیره 14 روز بعد آنتیبادیش مثبت میشه و تو اون 14 روز آلودگی رو منتشر کرده. کدومی که از این تست ها میتونستن بیماری رو تشخیص بدن در حالتی که فرد تازه گرفته فعاله؟ تست ریال تایم پی سی آر. ولی تست ریال تایم پی سی آر تکنیک سختی بود، تکنیکی بود که تو کشور
فقط ما تستاش آماده کرده بودیم و تقریبا ما از اوایل دی ماه جلسه رو شروع کردیم، اصلا این چیه ویروس و اگر بیاد اولین مشکل ما چی خواهد بود. و به اینجا رسیدیم اولین مشکل ما مشکل تشخیص خواهد بود. کیت ریال تایم پی سی آر نداشتیم و کیت ریال تایم پی سی آر رو خودمون اینجا با توجه به اطلاعاتی که به سختی از کشورهای مختلف گرفتیم، اونایی که آلوده شده بودند، سکوینس هایی که داشتیم، با از روی اونها اولین پرایمرها اینجا طراحی شد و اولین کیتامون دستساز بود. و تقریبا 19 بهمن، دقیقا یادم 19 بهمن ما دیگه کیت ریال تایم پی سی آر برای تشخیص کووید 19 رو داشتیم، ولی بیمار پیدا نمی کردیم، چون اصلا هر چی که تست می کردیم منفی در می اومد. تا اینکه از قم خبر رسید که بیماران تنفسی تو قم زیاد شدن. چهارشنبه 30 بهمن یادمه که دو روز قبلش ما آخرین جلسه رو داشتیم، فکر کنم دوشنبه ما همین اتاق بغلی جلسه داشتیم، که تو اون جلسه مطرح شد که خب ما کووید نداریم الان، ولی آخر هفته انتخابات مجلس بود. انتخابات مجلس بود و یکی از همکاران پرسید اگه اومدیم تو دو سه روز آینده کووید شد چی میشه؟ چون بالاخره تو انتخابات تأثیر میذاشت دیگه. آیا انتخابات انجام میشد، تعطیل میشد، چی میشد؟ ما دقیقا یادمه که چهارشنبه دوشنبه بود، یعنی 28 میشه دیگه، روز دوشنبه چهارشنبه 30 باشه، سه شنبه 29، دوشنبه 28. یکی از همکارا پرسید حالا تو 48 ساعت آینده اگه ما کووید داشته باشیم چی باید بکنیم، اطلاع بدیم ندیم؟ ما گفتیم ما به وزیر اطلاع میدیم، شخص وزیر میدونه که چی کار میکنه. روز چهارشنبه 30 بهمن وزیر وقت به من تماس گرفت، با من گفت که دانشکده بهداشت دانشگاه تهران چند تا از نمونه هایی که برای آنفولانزا فرستادن اونا رو چک کرده، میگه برای کووید مثبته، از قم اومده بود نمونه ها، اینو شما بررسی کنید ببینید که درسته یا نه. ما بررسی کردیم، بله کاملا اینا مثبته، با همون کیت دستساز خودمون کاملا مشخص بود که این کوویده. ولی با این حال همون شب سعی کردیم اینو سکوینسش هم بکنیم، یعنی چون اولین تشخیص بود خیلی سخت بود که به کشور اعلام کنیم که کووید داریم تو کشور. یادم همون شب هم سعی کردیم اینو سکوینسش کنیم، ولی همون شب وزیر اطلاع دادم که این کوویده، احتمال 99%، 100% فردا صبح قطعیشو میتونم بگم، ولی 99.9% شما اینو بگیرید کووید. تا اینکه خب متاسفانه اون موقع دستگاه‌های توالی‌یاب یا NGS که الان داریم نداشتیم، مثلا یه فقر مطلق دستگاه‌ها رو داشتیم اینجا. یادمه که پنجشنبه 1 اسفند در وزارتخونه جلسه تشکیل شد و اونجا هم گفتن که اولین گلوگاه تشخیص رو گفتن که محول میکنن به انیستو پاستور ایران، چون بیشتر از همه ما اطلاعات داشتیم. ولی خب جلسه 7:30 صبح وزارتخونه شروع شد، 10:30 تمام شد. تقریبا همه افرادی که اون جلسه بودن این توافق رو داشتن که پاستور تشخیص رو بگیره. وقتی که من برگشتم اینجا داشتم تو راه می اومدم، تلفن کردم که همه همکارایی که تو این کار مایلن شرکت کنن بیان جمع بشن. اونایی که و جلسه تو همین اتاق کناری اولین جلسه رو گذاشتیم پنجشنبه 10:30 صبح که چی کار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که تو کشورم فقط ما میتونستیم انجام بدیم آزمایشو، دانشکده بهداشتی دانشگاه تهران میتونست انجام بده و بیمارستان مسیح دانشوری، این سه مرکز تو کشور میتونست. کل ظرفیت تست این سه مرکز
به 200 تست در روز نمیرسید، یعنی 200 تا تست بیشتر نمیتونستن بزنن. این ما سریع اومدیم چند تا تیم تشکیل دادیم و ظرفیتمون رو در خیلی تو چند روز رسوندیم به 1800 تست در روز. و وزارتخونه هم به همه دانشگاه ها نامه نوشت که دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، حتی اونا از از عهده انجام تست خودشون هم بر نمی اومدن، بیمارستان های خودشون، و همه نمونه ها می اومد از همه بیمارستان های کشور، همه دانشگاه علوم پزشکی کشور، تهران، بهشتی، ایران، شیراز، اصفهان، اهواز، همدان، همه جا، لرستان، نمونه می اومد اینجا. اینجا یه ترافیک عظیمی را افتاده بود که دانشگاه نمونه می فرستادن و ما با جواب ها را آماده می کردیم که خب جواب ها طبعا با تأخیر می رفت. گاهی اوقات نمید کلن خیلی سوال جالبیه. من وقتی برگشتم هم خیلی از همکاران تشکیکی که داشتم می گفتن که این وظیفه خیلی بزرگیه، پاستور احتمالا نخواهد تونست از عهده‌اش بر بیاد و یک نوع بدنامی برای پاستور میمونه چون نمیتونیم کشور رو ما اداره کنیم. و به همین خاطر تمام کار رو من به صورت داوطلبانه پیش بردم، گفتم کسایی که میتونن کار کنن بیان. عمده کسایی که اومدند بچه های جوان بودن، یعنی متوسط سنیشون 30 سال، و کلن کسایی که درگیر کرونا تو تشخیص شدن تو کرونا حدود 40 نفر بود. یعنی شما با 40 نفر؟ ما با کلن با 40، ولی 40 نفری که خیلی ها رو داشتیم که اصلا ماها به پاستور نیومدن، یعنی عضویت کاملا کادر پاستور بودن ولی بالاخره تصمیم گرفتن نیان. ولی خب اونایی هم که تصمیم گرفتن بیاند کسایی بودن که خانواده هاشون رو دیگه کنار گذاشتن، یعنی چون نمیتونست صبح اینجا کار کنه و شب بره خونه، چون شبانه روز اینجا بودن. و تقریبا اغلب اونهایی که درگیر کار شدن، اون 40 نفر بود، 40 یا 40 و چند نفر، زیر 50 نفر، کسایی که درگیر کار شدند کسایی بودن که خانواده هاشون رو فرستادن شهرستان ها، یا اگر خانواده هاشون اینجا بودن ما یه جایی رو فراهم کردیم که اونا خونه نرن دیگه، برن اون جایی که فراهم کرده بودیم. یکی یکی خب بچه ها درگیر می شدن، مریض می شدن، یه جای دیگر رو آماده کردیم که اینا برن دوره نقاهت یا قرنطینه رو اونجا بگذارونن. و تقریبا می تونم بگم که اولین کسایی هم که درگیر شدن کسایی بودن که همون شب من اعزام کرده بودم به قم، این همون 30 فروردین از گروه اپیدمیولوژیمون مصطفی خواستم که باشه بره قم با یکی از همکارامون، خواهم که پوش دو تا اپیدمیولوژیستمون که ببینه چیه واقعیت نزدیک چیه. اونا وقتی از قم برگشتن اولین مبتلایان ما بودن، یعنی برگشتن از قم مبتلا شده بودن، یعنی اولین مبتلا اونا بودن. ولی بچه های آزمایشگاه هم به مرور چون نمونه گیرا و بچه های دیگه همون هم چون با نمونه کار میکردن یکی یکی خب میگرفتن. فوتی هم داشتیم؟ فوتی نداشت. برخی معتقد بودن که کرونا حتی از آذر توی کشور بوده، اما حالا یا اعلام نشده یا تایید نشده. نظر شما چیه؟ چون ما موارد آنفولانزامون، حالا به اسم آنفولانزا توی بیمارستان ها بستری بودن و علام تنفس داشتن، خیلی بالا بود توی اون دو بره. آیا واقعا ما تشخیصمون همون 30 بهمن ماه بود و قبل از اون آیا کرونا تو کشور وارد شده بود به زعم شما یا نه؟ ببینید شواهدی که ما بعدن اومدیم نمونای آنفولانزایی که رسیده بود در طول دی و بهمن بررسی کردیم، یعنی به صورت رتروسپکتیو گذشته نگر بررسی کردیم، تو نمونه های دی و بهمن میشد رسید به کیسایی که کووید بودن. بهمن رو که مطمئن نه، دی رو شک دارم، باید آمار رو نگاه کنیم. ولی ما دو تا کانون جدا داشتیم، این دیگه برای ما ثابت شده بود که قم و گیلان دو تا کانون جدا بودن. گیلان قم حالا منشأش واقعا چی بود، تجاری که با چین ارتباط داشتن،
طلبه‌های چینی که تو حوزه بودند یا کارخونه هایی که از قم با چین در ارتباط هستن واقعا نمیدونیم، ولی خب اینو میدونیم که قم و گیلان دو سورس جدا بودن. گیلان هم خب چند وقت قبلش یه تیم وزنه‌برداری از چین اونجا بودن، واقعا این رو میشد حد زد که اینا دوتا سورس جداگانه هستن. پس قبل از اون بوده، قبل از اون بوده ولی اینطوری نبوده که تشخیص داده باشه اعلام نشه. تا اونجایی که چون کانون تشخیص ما بودیم دیگه، دقیقا وقتی که تشخیص مسجل شد کمتر از شاید 10 دقیقه طول کشید که من به وزیر اطلاع دادم و کمتر از فکر کنم که کمتر از چند ساعت طول کشید که وزیر اعلام کرد. یعنی من خودم وقتی که تو رادیو شنیدم، تو ماشین داشتم میومدم، گفتن که رادیو گفت که ما وزیر گفته کیسای احتمالی داریم، چون من وزیر گفتم ما به شما اطلاع میدیم، شما میدونید چیکار کنید. وزیر گفت من سیاستم اینه که شفاف فورا اعلام میکنم، فقط شما تایید قطعی رو بدید که به واسه اینکه ما تایید قطعی رو دادیم به فاصله چندین ساعت اعلام عمومی شد، با اینکه انتخابات بود. ولی واقعا ما کیس مثبت قبل از 30 بهمن واقعا ما نداشتیم. یعنی اصلا دوم از خدا می‌خواستیم که کیسی رو بیاریم که مثبت، یعنی مطمئن بشیم که تستمون کار میکنه، ولی واقعا نبود.